د خصوصي پونتونو لپاره به د ډیپلومونو د ویش لړۍ ډیر ژر پیل شي. د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي دغه ډیپلومونو د ویش لړۍ لومړني کارونه پای ته رسیدلي او راتلونکې اونۍ به پیل شي دغه لړۍ. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت د څو کلونو راهیسې خصوصي پونتونو ته ډیپلومونه نه دي ویشلي، چې دغه کار د خصوصي پونتونو زیاتو فارغینو غوصه هم راپارولې ده. خو یو بله ستونزه هم شته. یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپلو خپلوانو او مالدارو کسانو ته د دوی برخه حق رسیږي. د دغه ستونزو په اړه به نن پوښتنې ولرو. راسره میلمانه ده د لوړو زده کړو وزارت وینده عارفه پایکار. دې ته ښه راغلاست وایو. په سر کې اغلې پایکار، همدا پوښتنه کوو چې بالاخره له ډېر مودې د کلونو راهیسې تاسو پریکړه وکړه چې خصوصي پوهنتونو ته ډیپلومونه ورکوئ، ولې مو مخکې دا کار نه کولو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بارز سلام و ادب خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. در قسمت توزیع دیپلم برای فارغ التحصیلان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی خدمت شما بگویم این که دقیقاً که از ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان بیشتر از 1.5 دهه میگذره، ولی یگانه دلیلی که وزارت تحصیلات عالی تا اکنون نتوانسته است که برای فارغین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی سند فراغت یا در واقع همون دیپلم توزیع بکنه، نبود یک طرز العمل مشخص و نبود همون فرمت مشخص بود که خوشبختانه ما فعلا یک طرز العمل مشخصی داریم که بر مبنای این طرز العمل در واقع ما فارغ التحصیلان عزیز شناسایی کرده و همچنان تا یک مکانیزم دقیق این که مسئولیت دیپلم را کیها میگیرند و چگونه توزیع بکنیم، بحث مالی، تدارکات و همه این مسائلی که مبهم بود خوشبختانه فعلا حل شده و در همین هفته های پیش رو در پختن رمزدکی و بخن سره چی؟ کم پوهنتونونه حق لري چې دغه ډیپلومونه تاسو نه ترلاسه کړي؟ خب بحث حق یعنی تمام بر اساس ماده 63 قانون تحصیلات عالی هر فارغ التحصیلی که بتونه موفقانه تمام کردیت های همون دوره تحصیلیشون موفقانه سپری بکنه مستحق دیپلم یا همون سند تحصیلی میشه. در این راستا یعنی تو مشخصه خاصی که کدام پوهنتون یعنی تاسو کم طرز العملونه ټاکلی د پوهنتونونو لپاره چې هغه پوهنتونونه چې تاسو ډیپلومونه ورکړئ او هغه دغه ساسو طرز العملونه پوره کړئ او ډیپلوم ترلاسه کړئ؟ خب دقیقا ما به خاطر از اینکه طی همین 1.5 دهه حدودا تمام فارغ التحصیلان هیچ کدامشان دیپلوم دریافت نکردن، ولی فعلا طی همین دو هفته دو تا از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی موفق شدن که این همون معیارها را تکمیل بکنن، اسناد مورد نیاز در اختیار وزارت تحصیلات عالی قرار بدن. به این مؤسسه سلام و خاتم النبیین هست، ولی این روند ادامه داره. به این معنی که ما قادر به این نیستیم که در یک هفته یا در یک روز یا در یک ماه بتونیم به تمام فارغ التحصیلان نهادهای تحصیلات عالی خصوصی توزیع دیپلم انجام بدیم. به این معنی که باید آهسته آهسته شروع بکنیم و از مؤسسات بزرگی که بتونن فعالیت‌های اداریشان را به صورت دقیق و مشخص و همچنان نفر مسئول با ما معرفی بکنن تا بتونیم ما امور مالی و امور تدارکاتی و بحث مسئولیت پذیری و تثبیت فارغان به عهده بگیرن. در هماهنگی کمیته مشترک ایجاد شده که هم کارمندان وزارت تحصیلات عالی عضویت این کمیته را دارن و هم مسئولین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی. به این معنا که در این کمیته مشترک اسناد مورد بازرسی قرار میگیره و بعد از حصول اطمینان ما در مورد توزیع اسناد به مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی تصمیم میگیریم. اوس کرش یو بل برخه ته دغه دیپلومونو برخه و اوس را شوه دې مسلې ته چې ډېر ځوانان او محصلین دیو هغه کسان چې د مکتب څخه ښوونځي څخه فارغ شوي دي، دیو شکایت کوي، ګیله لري د لوړ زده کړو وزارت نه چې اکثره دغه بورسیې چې بهر ته برابرېږي هغه کسان پکې ګمارل کېږي او لیږل کېږي چې هغې واسطه لري او یا هم دولتي چارواکو سره اړیکې لري. دغه کار د پخوانه دوام لري، ولې د دې مخنیوی نه نیول کیږي؟ ما در این راستا میخوام اگرچه امروز صبح یک بحث دیگری هم داشتم در قسمت توزیع دیپلم، تصور عام یا هم برداشت عامیانه نسبت به مستفید شدن از فرصت های تحصیلی در بیرون از افغانستان طوری هست که عامه مردم و جوانان فکر میکنند که یگانه مرجع توزیع بورسیا در افغانستان وزارت تحصیلات عالی هست، در حالی که در واقعیت امر چنین نیست. به طور مثال اگر ما دستبندی بزرگی داشته باشیم، یک قسمت از بورسیه ها از آدرس وزارت تحصیلات عالی افغانستان توزیع میشه و یک قسمتش از طرف کشورهای بورس دهنده و نماینده های سیاسی اون که در واقع همون سفارتخانه های کشورهای بورس دهنده هست. در همین راستا مشکلات وجود داره. به طور مثال یک ماه قبل بود که رسانه ها بر ما تماس گرفتن که محصلین در هندوستان شکایت دارن از
وضعیت بعد لیلیه یا از همون امکانات تحصیلیشون. وقتی ما مورد بررسی قرار دیدیم، می‌دونیم محصلینی نبودن که از آدرس وزارت تحصیلات عالی افغانستان معرفی شدن، بلکه محصلینی بودن که اینو از آدرس شخص سفارت معرفی شدن. تاسو دغه کم هب ادونه چې دغه بورسی برابرې، تاسو هغه سره پاړی کې نست چې اداقل تاسو هغه شفافیت رامنځته کړئ، د هغه کسان چې فارغ شوي د ښوونځیو څخه د هغې دپاره شفافیت رامنځته کړئ، تر څو هغه کوم کسان چې حقدار دي هغې وباید لاړ شي لوړ زده کړې وکړي. دقیقا ما برای توضیح بورسیه ها هم در مقاطع دکترا، ماستری و لیسانس خیلی طرزالعمل های مشخصی داریم که به این معنا که اگر بورسیه های ما، یعنی کاتگوری ها و یا همون دستبندی های خاص، میتونن از اون مستفید بشن و این معیارهای مستفید شدن از بورسیه های تحصیلی تنها تعیین کننده معیار وزارت تحصیلات عالی نیست. در اینجا در یک هماهنگی مشترک بین کشورهای بورسدهنده و وزارت تحصیلات عالی معیارها تعیین میشه، البته با بورسیه هایی که شخصا به وزارت تحصیلات عالی مواصلت میورزه. یعنی ما صرفا در قبال توزیع بورسیه های مسئولیت داریم که مسئولیت توزیعش ما داریم، نه به این معنا که مسئولیت توزیع بورسیه های رو نداریم که از آدرس سفارتخانه ها توزیع میشه یا از آدرس کشورهای بورسدهنده مسئول به طور مثال مستقیم یا از طریق سیستم آنلاین اینا میتونن که درخواست بدن کامیاب شون و در نهایتش بتونن جذب نهادهای تحصیلات عالی در خارج از افغانستان بشن. یگانه مشکلی که متاسفانه ایجاد میشه و شخصا وزیر تحصیلات عالی در هر جلسه که با سفرهای کشورهای بورسدهنده داشت، یگانه خواست بسیار جدیشون این بود که بتونیم از این به بعد در قسمت توزیع بورسیه یک هماهنگی ایجاد بشه که بحث توزیع بورسیه ها بر مبنای همون فلسفه وجودی وزارت تحصیلات عالی باید تعلق بگیره به وزارت تحصیلات عالی و از توزیع پراکنده این که از آدرس نمایندگی سیاسی توزیع بشه و همچنان قسمتش از آدرس وزارت تحصیلات عالی افغانستان توزیع بشه. این توزیع دوگانه باعث مشکلات شده، در حالی که به طور مثال ما میخوایم خیلی مشخص بگویم بورسیه هایی که در مقاطع لیسانس به وزارت تحصیلات عالی افغانستان تعلق میگیره خیلی معیارهای مشخص است. گاهی این معیار معیار کنکور هست و بلندترین بر مبنای بلندترین نمرات کنکور در سطح هر ولایت ما کاندیدا را گزینش میکنیم. بحث دیگر بورسیه هایی است که به کارمندان دولتی تعلق میگیره. ما به تمام کارمندان ادارات دولتی با توجه به همون معیارهایی که کشورهای بورسدهنده بر ما ذکر میکنن و در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری کارمندان معرفی میکنن. فقط یک نقطه دیگه اجازه بدین، و همچنان بحث ماستری و استادان وقت تعلق میگیره، با این معنا که کاتگوری ها بر ما مشخص است و ما بیرون از این مجموعه ما نمیتونیم کسی دیگر هم به بورسیه ها یا به خارج از افغانستان اعزام بکنیم. بعضی مشکلاتی هم ایجاد میشه. اینا هم بنین په بخنه سره تاسو به خبر هستی چې په دې ورسته کې یو شمیر آغا کسانو چې په پاکستان کې زده کړې کړې دي په یو پنتون کې، البته هغه شکایت کوي چې دغه ځنه اسناد نه دي ترلاسه کړي. دغه موضوع خلکو ته امپریال کالج هست مهرباني بلې وو د دې په اړه لږ معلومات وړاندې کړي. او د سې او کار دغه د سې کوم کسان چې دغه ته زده کړې کړې دي، د دې دغه وخت یې دل د وخت ځای کول بل اخره دغه سرنوش به وسته کیږي. تاسو په دې اړه څېړنې کړې دي، معلومات مغستی دي؟ در این راستا میخوایم که بگویم که موضوع شمایی که اشاره کردین مربوط با تمام پوهنتون های پاکستان نیست، فقط امپریال کالج پاکستان و اون هم رشته های مشخص مثل رشته انجینریشان وقتی از طرف HEC یا همون کمیسیون تحصیلات عالی پاکستان مورد ارزیابی قرار گرفته، طوری که فعلا وزارت تحصیلات عالی افغانستان از عملکرد اکادمی که نهادهای دولتی و خصوصی در بعد علمی و اکادمیکش ارزیابی میکنه، گاهن جواز بعضی ها رو لغو میکنه، گاهن سلب اعتبار اکادمیک میکنه و گاهن جریمه یا هر بحث دیگه که مطابق با طرز عمل ارزیابی هست. کمیسیون تحصیلات عالی پاکستان دیپارتمنت انجینری همین امپریال کالج را در بلک لیست قرار داره، به این معنا که همون معیارهایی که برای تحصیلات عالی با کیفیت دغه پانتون د څه وخت نو بلک لیست کې شول، اینا بعد از سال 2015 اتفاق افتاده، به این معنا که محصلین ما زمانی که از آدرس کشورها از آدرس خود سفارت پاکستان و یک مقدارش از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان معرفی شده بود، او زمانی بحث بلک لیست مطرح نبود، به این معنا که او زمان این پانتون هم مانند پانتون های دیگه مدار اعتبار بود و خیلی از محصلین ما در سالهای قبل فارغ شدن، عملا اسنادشان و مورد ارزیابی و تایید وزارت تحصیلات عالی قرار گرفت. فقط بعد از 2015 یعنی 16 و 17 یعنی تاسو روسته خبر شو چې دا په بلک لیست کې ولیدل دغه پانتون. خب یعنی بعد از اینکه فارغ شدن، خب بحث پاکستان هست، وقتی دنجا مراجعه کردن ما شخصا تماس گرفتیم امرای کمیسیون تحصیلات عالی پاکستان و نماینده کمیسیون تحصیلات عالی پاکستان هم در افتتاح بازنگری نصاب ما حضور داشتن. خب بلک لیست به این معنا که بعضی معیارها رو بعضی
کمبودی ها را داشتن در قسمت لابراتوار، در قسمت کتابخانه. مطابق با از نهاد اکادمیک وقتی مورد ارزیابی قرار میگیره در سه بود، در بود زیربنایی، در بود علمی و در بود اداری. به این معنا که بعض امکانات یا در بود تجهیزات یا در بود علمی یا در ارزی خدماتشان اینا کم داشتن و بحث بلک لیست بودن، به این معنا هست که نوعی اخطار است به همین پانتون امپریال کالج که تا خود مطابق با معیارهای اکادمیک عیار بسازه. و وزارت تحصیلات عالی این مشکل هم حل کرده، همکارش ما هم به ما چند قبل تماس گرفتن. عقل پیکر وس بده دغه مسئله چی فارغه شوی دی وسه غزن ذکر کړی دی خپل وخت ځای کړی دی وس دی لپاره ستاسو جواب څه دی دیو بس څوکی ما حل کردیم مشکل شبه این معناه که وزارت تحصیلات عالی افغانستان در قبال سرنوشت محصلینه که بورسیه دریافت کردن یا از آدرس ما یا از آدرس سفارت پاکستان و اینا مقصر نیستن. به این معنا که مقصر همون امپریال کالج هست که مطابق با معیارها عمل نکردن. فعلا برای یک سال اسناد تحصیلی اینا یک سال موقت تایید شده، میتونن در قسمت کاریابی یا هر موضوع دیگر اینا استفاده بکنن. تا مدت زمانی که ما در اختیار داریم همراه کمیسیون تحصیلات عالی پاکستان وزارت تحصیلات عالی افغانستان صحبت میکنه تا بتونیم که این مشکل را از همون مجراهای علمی و اکادمیکش حل بکنیم و این مشکل حل میشه. و یگانه دلیل این که ما فعلا اسناد این فارغ التحصیلان را برای یک سال موقت تایید کردیم در واقع همون احساس مسئولیت ما نسبت به سرنوشت این جوانان بود، چون این جوانان مقصر نیستن، اینا عملا آمدن امتحان دادن، بورسیه گرفتن و در نهایتش معرفی شدن به اون کشورها و این مشکل حل میشه. و طوری که ما فعلا مذاکرات ما جریان داره، بر ما وعده دادن که این پوهنتون هم به این معنا که هر زمانی که خود مطابق به معیارها عیار بکنه، کمبودی های خود رفع بکنه، مطمئنن که باز هم از همون لیست سیا بیرون خواهد شد. عقل پیکر یو بل مسئله چې د مسلین تر پومنس کې دغه ډیر اندېښنې را پارولې، دغه دا چې دیو دغه د خصوصي پنتونو په اعتبار باندې شک لري او ډېرې دغه ګونګوسې دي چې خصوصي پنتونه اعتبار نه لري. دغه سم د دغه مسلینو اندېښنې ته ستاسو جواب څه دی؟ در قسمت اعتبار مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان، خب مطمئنن تا 1.5 دهه ما رشد بسیار سرسام‌آوری داریم در قسمت ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی. فعلا 130 نهاد تحصیلات عالی خصوصی داریم با 10 تا شاخه های آن، در واقع 140 نهاد تحصیلات عالی خصوصی داریم. خب در خیلی موارد نگرانی ها وجود داره و نگرانی ها هم بجا هست و بابت همین نگرانی ها بود که وزارت تحصیلات عالی افغانستان پروسه ایجاد و توسعه پانتون های خصوصی را بر اساس فرمان رئیس جمهور متوقف کرده. و تا زمانی که ما مطمئن نشویم از عملکرد علمی این 130 نهاد، در واقع باز هم ایجاد نخواهد کردیم. دا تاسو د ستونزو یادونه وکړله چې په خصوصي پوهنتونو کې ځینې ستونزې دي، تر دمې وروسته به په دې به هم بحث وکړو. خو اوس درنو لیدونکو لنډه دمه اخلو، بیرته زر راګرځو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. په بس کې راسره میلمنه ده د لوړو زده کړو وزارت ویانده عارفه پایکار. اغلې پایکار، اوس همدې موضوع ته مخکینی موضوع ته راځو، دا چې په خصوصي پوهنتونونو کې د خصوصي پوهنتونو په منځ کې یو لړ ستونزې دي. د بېلګې په توګه به زه یادونه وکړم چې په یو خو دغه د تعلیمي لړۍ ده چې په دغه هلته مثلا ښوونیز برخه کې یو څه مشکلات دي، د ښوونیز نصاب کې دي. او بل موضوع دا چې خپل د محصلینو ترمنځ کې یو لړ ستونزې دي، دغه د قومي خبرو ته لمن وهل دي چې دغه ستونزې وایي ډېرې شوې دي. محصلین ځینې محصلین شکایت کوي چې دغه ستونزې ډېرې شوې دي. تاسو چې کله لوړو زده یو خصوصي پوهنتون ته اجازه ورکوئ، د کار د فعالیت اجازه ورکوئ، تاسو ورته کوم معیارونه ټاکئ او بیا ولې چې داسې ستونزې رامنځته کیږي تاسو ولې مخنیوی نشئ کولی؟ در قسمت مسات تحصیلات عالی خصوصی فقط به تکمیل حرفای گذشته میخوایم داور شوم که در کنار از اینکه ما به صورت دوامدار بحث ارزیابی و نظارت را از تمام نهادهای تحصیلات عالی خصوصی اجرا میکنیم، ولی فعلا یک کمیته جدید ایجاد شده تا بتونه با یک رویکرد جدید از عملکرد علمی و اکادمیک نهادهای تحصیلات عالی خصوصی افغانستان نظارت بکنه. به این معنا که ما تا زمانی که حصول اطمینان نشه از فعالیت‌های معیاری
نهادهای تحصیلات عالی خصوصی افغانستان با وجود فشارها دست به ایجاد مؤسسات جدید نمیزنیم. و به سوال شما این که چی معیارهایی برای ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان وجود داره و در خیلی موارد بحث مسائل قومی و این مسائل دیگر دامن زده میشه، میخوایم مدعوار شوم که معیار ما در سه بود است، همونطور که در ابتدای حرفای من اشاره کردم که در بود یعنی هم در ارزیابی ما و این بعد بود خیلی متمرکز است در قسمت ایجاد. در بود زیربنایی به خاطر از اینکه یک نهاد آموزشی تنها یک صنف آموزشی نیست که فقط یک چهار دیواری داشته باشه و یک نفر به عنوان گوینده و چند نفر به عنوان شنونده باشه، در بود زیربنایی تمام امکانات مورد نیازی که ما در نهادهای تحصیلات عالی دولتی داریم، از کتابخانه گرفته تا لابراتوار تا استادان مجرب و همچنان تا فضای آموزشی، اینا باید عنوان یک معیار هست. در بود علمی ما نحوه تدریس، نصابی که در اونجا آموزش داده میشه، درجه تحصیل استادان و نحوه ارزی خدماتش در بود کارمندان اداری، این که چگونه سیستم گزارش دهی، چگونه سیستم نظارت و کنترل از امور مالی و امور اداری به عنوان یک نهاد آموزشی روی دست گرفته میشه، اینا همه از جمله معیارهای مهمه. تو یا شمیر پانتون دیدی چې لوړ فیسونه مخلی ایا بل پختن مر سره کومه د خصوصي پانتون یادونه مکړه، خو خپل په کابل پانتون کې دغه سیاسي مسائل ته لمنه ډیر وهل کیږي. تاسو حالت کوم اصلاحات راوستي د کنا تر دې د موبل د چې په ټول د کې خپل ټول نم د تازه کوم کسان چې د لوړ زده کړو نه فارغه کیږي، د دغه ماسلینو چلند او هغه کوم بیارونه چې باید یو ماسلی ولري خلک پنی وکه کوي، ولې د سکیږي؟ در قسمت مسائل سیاسی ما همیشه حرف ما ای بوده که نهادهای اکادمیک افغانستان محل یادگیری دانش سیاسی هست ولی محل اجرا و نمایش کنش سیاسی نیست. این حرف پیام ما هست و هیچگاه به هیچ نهادی، به هیچ حزب و به هیچ جریانی نه اجازه میدیم و نه این سزاوار نهادهای اکادمیک است تا بتوانند مسائل قومی رو یا مسائل سیاسی و تنظیمی خود در داخل نهادهای اکادمیک اجرا بکنند یا به نمایش بگذارند. حرف ما همین است که شما میتونید در دانشگاه های افغانستان دانش سیاسی را یاد بگیرید ولی محل اجرای کنش سیاسی و محل بیرون از نهادهای اکادمیک هست. در این راستا یگانه طرح خیلی مهمه که وزارت تحصیلات عالی داره و جز یک از اولویت های وزارت تحصیلات عالی هست بحث ارزی خدمات محصلین است. ارزی خدمات محصلین متمرکز تنها به مدیریت امور درسی یا امور تدریسی و امور آموزشی نیست. بحث ارزی خدمات محصلین متمرکز هست به امور لیلیه ها، چون امین مسائلی که بیشتر دامن زده میشه بیشتر از لیلیه ها ریشه میگیره و تلاش میکنن افراد و همین بعض گروه هایی که در صدد کسب قدرت و شهرت هستن تلاش میکنن در داخل لیلیه های که در واقع محل زیست محصلین هستن نفوذ بکنن و از او آدرس بتونن که خواسته هایشون. مدیر محصلین خبر کړه خپل خو استادان په دغه کار باندې اخته دي، دغه سه استادان سره به څه کوي؟ خب در بود استادان هم میایم، اول می حرف ارزی خدمات محصلین تکمیل بشه. در ارزی خدمات محصلین روی کرد جدیدی که برای وزارت تحصیلات عالی وجود داره که تلاش به این هسته که وزارت امی درگاه نخست لیلیه ها رو تبدیل به یک محل آموزشی بکنه، تبدیل به یک محل برای ترویج وحدت ملی بکنه، همدیگر پذیری بکنه و در این راستا برای شمولیت محصلین واجد شرایط ما حتی طرح سیستم بایومتریک داریم. در قسمت استادان باز هم یک از اولویت های بسیار مهم در میان شش اولویت وزارت تحصیلات عالی بحث ارتقای ظرفیت استادان هست. در قسمت ارتقای ظرفیت استادان آموزش های تخصصی تنها هدف ما نیست، بلکه هدف ما این هست که استادای ما در مورد قوانین مقررات و همون روحیه آموزشی هم معلومات لازم کسب بکنن تا بتوانن بر مبنای قانون تحصیلات عالی و ارزش هایی که دولت افغانستان متحد به اون ارزش ها هست ارزی خدمات تحصیلی بکنن. یا ورسته پختنم دونه کوم امده چی بیتاقا پسر که موضوع تا زوده چی پا خصوصی پانتون تا دیپلومونه ویشل کی گی داغا نور پانتون تا با کلا داغا دیپلومونه ویشل شی و داغا ستون زوار شی ترسو اغا ماسلین چی وس نارازم دی و اغا خپل دیپلومونه تر لاسه که دیر لند را تا ویوه. خب در قسمت دیپلوم فارغا داره مسوا تحصیلات عالی خصوصی ما در ابتدا میاد داور شدیم که بس یک روزه نیست ولی ما این پروسه را آغاز کردیم و احتمالا چونه وقت پر به دغه پروسه بشه. خب تلاش ما به این هسته که از این هفته آینده شروع بشه و سرعت میتیم بستگی داره به نهادهای تحصیلات عالی خصوصی که چه مقدار با ما همکاری میکنن. سلامات سه در نولی دون کو زمونگا باس هم پام دیز پای ترسیگی و باس که رسر ملمان و دلوال از دکل وزارت و آینده عرفا پای کار لطاسو هم من نکو چه خبرونه مولی دلا تربیه دلا پامان.